فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا این هفته شروع میشه. این آخرین دور از این فرمت مسابقات هست و از فصل آینده مشاهده تغییرات بنیادین در این مسابقات خواهیم بود. در گروه A رقابت‌ها تیم‌های بایرن مونیخ آلمان، منچستر یونایتد انگلیس، گالاتاسرای ترکیه و کوپنهاگن دانمارک حضور دارند. بایرن مونیخ با خرید هری کین قوت جدید رو به تیمش اضافه کرده. منچستر یونایتد حاشیه‌های زیادی رو در چند وقت گذشته شاهد است. حضور آنتونی به عنوان یکی از بازیکنان تاثیرگذار در این تیم در حالی از ابهام قرار داره، به خاطر اینکه مشکلات اخلاقی این بازیکن باعث شده که تحت تدابیر شدید انضباطی توسط باشگاه قرار بگیره. این اتفاق تنها چند وقت بعد از این افتاد که میسون گرین‌وود، مهاجم سابق این باشگاه، هم به خاطر دلایل انضباطی از باشگاه اخراج شد. ما در تیم گالاتاسرای هم شاهد حضور ستاره‌های جدیدی هستیم. یکی از اونها یعنی ماورو ایکاردی یک رولز رویس 24 میلیون دلاری خریده، ماشینی که تنها 3 عدد از اون در دنیا وجود داره و گرون قیمت ترین ماشین دنیاست. اما در گروه B مسابقات ما شاهد حضور تیم‌های آرسنال انگلیس، سویای اسپانیا، لانس فرانسه و پی اس وی آینتوون هلند هستیم. آرسنال بعد از مدت‌ها دوری از مسابقات حالا دو مرتبه به جمع بزرگان برگشته. سویا هم که متخصص لیگ اروپاه شاهد قهرمانی های این تیم در سالهای 2006، 2007، 2014، 2015، 2016، 2020 و 2023 بودیم، حالا به لیگ قهرمانان بازگشته و دوست داره که دو مرتبه در گروه سوم بشه و به لیگ اروپا سقوط کنه. پی‌اس‌وی نایب قهرمان هلند هم در این گروه هست و البته ما شاهد حضور لانس فرانسه هم هستیم که در حضور بزرگان دیگری مثل تیم‌های مارسی و لیون موفق شد در فرانسه نایب قهرمان بشه و به لیگ قهرمانان اروپا صعود کنه. گروه سی مسابقات هم شاهد حضور تیم‌های قدرتمندی مثل رئال مادرید، ناپولی، براگا و یونیون برلینه. رئال مادرید قهرمان 14 دوره مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه اروپا که حالا دیگه کریم بنزما رو در ترکیب خودش نداره، اما با حضور بیلینگام دو مرتبه جون تازه گرفته. ناپولی قهرمان سری آ هم در این گروهه و البته ما شاهد حضور تیم‌های شگفتی سازی مثل یونیون برلین هستیم که تنها 4 سال پیش به بوندسلیگای آلمان برای اولین بار در تاریخ خودش صعود کرده و اکنون در لیگ قهرمانان اروپا توپ می‌زنه. براگا هم فصل گذشته حضور خوبی در رقابت پرتغال داشت و بعد از تیم‌های پورتو و بنفیکا موفق شد سوم بشه و به اروپا بیاد. گروه دی مسابقات هم شاهد حضور تیم‌های اینتر، بنفیکا، رئال سوسییداد و سالزبورگ. بنفیکا قهرمان پرتغال، اینتر میلان تیم سوم سری آ که فصل گذشته در رقابت اروپا نایب قهرمان شد، رئال سوسییداد تیمی که در اسپانیا چهارم شده و سهمیه چمپیونز لیگ رو گرفته و البته تیم سالزبورگ که قهرمان اتریشه و بعد از پلی آف موفق شد به اروپا صعود کنه. گروه ای بازی ها هم شاهد حضور تیم های فاینورد، اتلتیکو مادرید، سلتیک و لاتزیو. فاینورد که فصل گذشته قهرمان رقابت های هلند شد و الان علیرضا جهانبخش رو که به روزهای اوج خودش برگشته دو مرتبه در ترکیب داره. تیم سلتیک تیم قهرمان اسکاتلند، تیم اتلتیکو مادرید که بعد از تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید در اسپانیا سوم شد و جواز چمپیونز لیگ رو یک بار دیگه گرفت، و البته تیم لاتزیو که فصل گذشته رو بسیار بد شروع کرد اما در نهایت موفق شد نایب قهرمان سری آ بشه و جواز چمپیونز لیگ رو یک بار دیگه به دست بیاره. در گروه F مسابقات که گروه مرگ بازی‌های این فصله و پاریس سن ژرمن بعد از جدایی لیونل مسی، سرخیو راموس و نیمار حالا دو مرتبه می‌خواد با ستاره‌های کم نام و نشان‌تری برای قهرمانی در چمپیونز لیگ خیز برداره. ما حضور نیوکاسل رو هم داریم که دو مرتبه بعد از چندین سال به جمع بزرگان فوتبال اروپا برگشته. دورتموند که همیشه تیم محبوب هواداران فوتباله اما فصل گذشته هم نتونست جلوی بایرن رو برای تکرار قهرمانی در بوندسلیگا بگیره در این گروه قرار داره. البته آسه میلان هم هست که بعد از سالها دوری از مسابقات فصل گذشته عملکرد درخشانی در اروپا داشت و حالا دو مرتبه در این بازی‌ها حضور داره.
گروه جی مسابقات که شاهد حضور مدافع عنوان قهرمانی یعنی منچستر سیتیه که بازیکناش مخصوصا جک گریلیش هنوز خسته از پارتی های قهرمانی فصل گذشته هستن. لایپزیگ تیم سوم فصل گذشته بوندسلیگا که نمونه برتر تیم یونیون برلینه که چند فصل پیش تازه به رقابت بوندسلیگا صعود کرده و الان جزو تیم های مدعی آلمان محسوب میشه. یانگ بویز قهرمان سوئد هم هست که البته همیشه در دور گروهی مسابقات از بازی ها خداحافظی میکنه و البته ما رد استار بلگراد یا همون ستاره سرخ بلگراد رو هم داریم با اون تماشاگرای آرومش. اما گروه آخر یعنی گروه H شاهد حضور تیم‌های بارسلونا، آنتورپ، پورتو و شاختار دونسک اوکراینه. بارسلونا که فصل گذشته قهرمان لالیگا شد اما در بازی‌های اروپایی فصل خوبی رو سپری نکرد، اکنون امیدواره که با حضور ژاوی بتونه فصل بهتری رو در این مسابقات رقم بزنه. ما پورتو رو داریم که موفق شد فصل گذشته با حضور مهدی طارمی در رقابت‌های لیگ پرتغال مسابقات خوبی رو از خودش به جا بذاره. مهدی طارمی خیلی دوست داشت که در تابستون به تیم بزرگتر منتقل بشه اما این اتفاق نیفتاد. با اینکه اون قطعاً ناراحت‌تر از گذشته است اما هنوز هم فکر کنم بتونه برای تیمش پنالتی‌های زیادی رو بگیره. تیم رویال آنتورپ بلژیک قهرمان این کشوره، امید زیادی برای صعود از گروه نداره اما قطعا بدش نمیاد که بتونه تیم‌های همگروه خودش رو غافلگیر بکنه و البته ما شاهد حضور تیم شاختار دونسک اوکراین هم هستیم که در میان مشکلات کشورش امیدواره که بتونه شگفتی ساز باشه و از گروه صعود بکنه. مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه اروپا این فصل در حالی برگزار میشه که یک رقیب جدید هم به خودش میبینه. لیگ قهرمانان آسیا مسلما متفاوت‌تر از گذشته برگزار میشه و بسیاری از ستاره‌هایی که فصل پیش در اروپا بازی میکردن اکنون در تیم‌های عربی حضور دارن و مسلما سطح مسابقات آسیایی اونقدرها مثل گذشته از لیگ قهرمانان اروپا پایین‌تر نیست.